وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما. سپاس از مهر شما، ممنون از محبت شما. بفرمایید. من احمد هستم برادر. شما روح خدا رو داری، روح القدس رو داری. برادر خوبم، در خدمتتون هستم. احمد رضا جان، از کجا زنگ می‌زنید شما؟ بله 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 شناختم. بله، در خدمت شما هستم، ممنون. تصویر ما رو چگونه دارید احمد رضا جان؟ من متاسفانه من در کتاب مقدس ندارست و میگم لعنت نفسیم. بله، این پدر سوخت با چهار روز پارازیت میدازم. آه متاسفم، واقعا به سختی اختی خود میشه، اختی پارازیت میشه. تا چهار صبح وقت ایران پارازیت داری، هیچ کدوم شما چه اصلا نشون قشنی میده. بله 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 خیلی متاسفیم. خب احمد رضا جان، ما همون گونه که میدونید ما سعی میکنیم صدای شما هموطنان داخل کشور باشیم، صدای معترضین نسبت به نظام اسلامی باشیم، اما میدونیم که نجات دهنده ما عیسی مسیح هستش، از او دست یاری خواستیم. میدونیم که هموطنان عزیزمون از شاهزاده دست یاری خواستن در تظاهرات ها، و دعای ما برای شاهزاده رضا پهلوی هست، برای اپوزیسیون هستش، و از خداوند میخوایم که خداوند نیز برکت بده ایشون رو، اپوزیسیون رو و ملت ما رو، که بیستن بیستید تا با فیض خداوند شاهد آزادی ایران باشید. اگر مطلبی نیستش میخواید پس با همدیگه برای ایران و برای شما، برای اصفهان، برای تمام شهرهای ایران دعا کنیم و همچنین برای سرنگونی نظام اسلامی. مخصوصا قرار تو بگم خدا رو شروع که کلام خدا و همین که قلب ها دادم به مسیح و نجات دادا کردم از خلافات اسلامی و قرآنی و امامزاده ها و که برای مردم ساختن و کاسبی با کردم. من خیلی خوشحالم که نجات دادا کردم و کریسمس هم که کم کم میرسه و بهتون از همه جا پیش دوش تبدیش میگم متقابلا ایماندار و برادر ایماندار و خدا رو شروع که کلام خدا با در اون ما آشکار شد. آمین. من میخواستم تبدیش بگم به شبچه ها که واقعا اومدن ما نجات بدن. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای قلب خوبت احمد رضا جان، خدا رو شکر برای ایرانی های عزیزم. ایمان دارم که هرچند سختی ها و مشکلات اومد احمد رضا جان در طول این 40 سال، اما میشه گفتش که اون زاویه خوبی که ما داشتیم، ثمره نیکویی که داد، هرچند با خودش قربانی داد، این آگاهی هست که ما آگاه شدیم نسبت به اسلام، آگاه شدیم نسبت به خرافات و آگاه شدیم نسبت به آخوندها و اینکه اینا چقدر ظلم میکنن. ولی بیاید پس با هم دیگه دعا میکنیم، میسپاریم تو دستای مسیح. سپاس از اینکه با ما در تماس هستید. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم برای وجود برادر عزیزم احمد رضا جان، برای قلب خوبش، برای ایمانش. در ابتدا میخوام که برادرم رو برکت بدی ای خداوند، به قوت و آرامش ای خدا، به حکمتی بیشتر، به حفاظتی بیشتر ای خدا از طرف تو برای زندگی او، برای خانواده او، و او را ای خدا مبارک بخوانی به مصلحت‌های دلش. همچنین برای سرزمین اون ایران دعا میکنیم. میدانیم که خداوندا تو هرگز موافق با ظلم نیستی ای خداوندا، از این رو هستش که مطابق فیضت از مردان و زنان ایمان همیشه استفاده کردی تا در برابر قدرت شیطانی و ظلم و تاریکی بیستن. اینک از تو میخوام این تو باشی که این مسیح خداوندم، اتحاد رو بین ایرانی ها بیشتر از گذشته خداوند ایجاد میکنی، بین اپوزیسیون همچنین، چه اپوزیسیون داخل و چه خارج خداوندا، و این تو باشی که خداوندا برای ایرانی ها بجنگی با لشکری از فرشتگانت، با لشکر شیطان که نظام اسلامی هست ای خداوندا، بجنگی و تو این نظام رو سرنگون کنی و سرزمین ما رو نجات بدی ای پدر. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن احمد رضا جان و همچنین دیگر هموطنان عزیز. اگر مطلبی نیست شما رو دستان خدا میسپارم. برای شما مخصوصا برای
من خواستم یه پیامی بدم به شاهزاده پهلوی. خواهش کن. از اینجا خواهش میکنم به فتح ایران باش، ما را از اسیر نجاتون بده. خواهش میکنم. آمین. نجاتون بده. بابا ما دیگه طاقت نداریم. جان. واقعا جوان همه از سکته میکنن، واقعا خودکشی میکنن، گرانی بدبختی. من خواستم شاهزاده پهلوی خواهش میکنم کمک جوان، اگر صدا ما را میشنم حتما پیام ما را بهشون ابلاغ کنیم که نجات رو پیام بدیم. یه خواهشم یه به فکر ایران باشم، ما این دستیم نجات رو میده. واقعا مردم واقعا جرد رو بدن، همه جوان از سکت مغزی و واقعا خودکشی و واقعا نمیدونم چیکار کنیم. واقعا نجات دهنده فقط شاهزاده پهلوی است و عیسی مسیح. یه کار به فکر ما باشم. آمین آمین، با فیض خدا. من حتما حتما پیام شما رو برای اپوزیسیون میفرستم و برای دفتر شاهزاده رضا پهلوی. همون گونه که میدونیم ایشون از همون ابتدا فعالیت چه داشتن، چرا که به خاطر این خدمت و این محبت به این سرزمین اصلا شاهزاده به دنیا اومده، براش دعا شده. هرچند در طول این 40 سال بر علیه این خانواده متاسفانه شیطان عمل کرد، اما ایمان داریم امروز روزی هستش که در محکمه چشمان باز ملت و ملت‌ها شاهد بر این هستیم که مردم شاهزاده را میخوان، نیکویی‌های پدر و پدر بزرگ ایشون رو دیدن و با فیض خداوند باشه که ایشون یکی از خادمین خوب مانند پدر و پدر بزرگش برای ایران باشن که هستن در کنار شهبانو عزیزم و خانواده و آنانی که در کنار ایشون رو خدمت میکنن. سپاسگزار هستم، شما رو به دستان پرفیض خدا میسپارم. چون من خودم در زمان قدیم نبودم، ولی پدر من وقتی محمد رضا شاه تو تلویزیون من تو نشون داد، حالا گریهش کرد، گفت محمد رضا شاه کجایی؟ چه واقعا ما بدبخت شدیم، چه واقعا پدرم 78 سالش خدا حافظ شد. واقعا اون زمان که اون زمان ایشون بودم من نبودم، واقعا گریهش کرد. واقعا من خواستم بگم دنیا واقعا دلشون میخواد محمد رضا شاه واقعا اگر زنده بود، واقعا یه جوری واقعا خیلی با نمیدونم، من چون زمان واقعا نبودم، ولی همه دلشون میخواد اون زمان برگرده به زمان. با فیض خدا، با فیض خدا میتونم هر چیزی که اتفاق بیفته. آمین واقعا. آمین با فیض خدا. آمین با فیض. شما رو دستان مسیح میسپارم. سپاسگزارم از تماستون. مرسی. خدا حافظ.